سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من هانیه هستم. به قسمت دیگه ای از با من برقص خیلی خوش اومدید. ما تو این قسمت میخواییم ادامه طراحی هفته گذشته رو بریم و کلاس رو با وارم آپ شروع میکنیم. با درجه شروع میکنیم. گردن چپ راست، بالا پایین. اگه تو این حرکت احساس میکنید که سرتون گیج میره، درجا رو نزنید و به حرکت گردنتون ادامه بدید. چرخششونه عقب. جلوها دست رو باز میکنیم، سینه چپ و راست. سعی کنید پایین تنه رو تکون ندید. بالا پایین. دو، حرکت چرخش با سینه رو میریم. اگه این حرکت براتون سخته، قرار شد بریم راست، جلو، چپ، عقب و اینو به هم وصلش کنیم. برعکس. باسن چپ راست. قشنگ تا جایی که میتونید با سنتون بدین راست چپ و از اون کششی که داره لذت ببرید، ولی اصلا به خودتون آسیب نزنید. دایره هم مثل همون دایره سینه میدیم راست، جلو، چپ، عقب و به هم وصلشون. برعکس. پای راست، اگه جایی احتیاج دارید نگه دارید. خیلی خوبه. چرخش. برعکس. پای چپ. برعکس. مچ دست. برعکس. مچ پای راست. مرسی. پای چپ. برعکس. مرسی. پا به اندازه عرضشونه باز میشینیم. دست چپ، دست راست، دست چپ، دست راست. حالا میبریم به صورت کشیده بالا. خیلی ممنون. توی کلاس میبینمتون. خب بریم با هم یه دوره خیلی کوتاهی داشته باشیم که برسیم به درس امروزمون. میدونم که تمرین کردید، ولی یه دوره خیلی کوچیک با هم داشته باشیم که وارم اپ دوباره ای بشه براتون. من گفتم که توی طراحی با این آهنگمون پای چپ ثابته، پای راست روی نوک پایه و دستمون به صورت ال بازه. دست همون پایی که جلوه، دست راست، دست
پای راستمون که جلوه، دست راست باز میشه کنار. خب حالا حرکت دراپ باسن داریم. ما گفتم که فکر میکنیم روی این قسمت پامون یه دونه وزنه هست که به سختی میخواییم پامون رو بیاریم بالا رهاش کنیم. میاریم بالا رها میکنیم، میاریم بالا رها میکنیم. سه تا از این حرکت داشتیم، یک دو سه. این حرکت رو میتونید اگه با هر آهنگ دیگه که میرخصید استفاده کنید، بستگی به ریتم آهنگ داره که تون باشه، آروم باشه و هرچی که خودتون دوست دارید. پس شد یک دو سه چهار، پا میره سمت راست، پنج کراس میشه. من اینجا گفتم نمیخوایم سر جامون بچرخیم و حرکت میکنیم تو اتاقمون. اگه سمت راست اتاقمون هستیم، سمت چپ حرکت تموم میشه. دوباره یک دو سه چهار کراس، شش پشتتون به منه، هفت پایی که ثابت بود و روش میخواستیم قدرت داشته باشیم که بچرخیم برعکس میشه به سمت شما، هشت. دوباره یک دو سه چهار پنج شش پشتم به شما، هفت پام، هشت شما. گفتم که روی ثانیه هشتم که داریم برای خودتون میشمارید یه ذره مکس میکنیم، قشنگ توی آهنگ بهتون میگه تا دوباره ریتممون شروع شه. پامونو عوض میکنیم، پای چپ جلو، دست چپ بازه، دست راست بالا سرمونه. میگیم یک دو سه چهار کراس پشتم شما. و قسمت اول آهنگمون همین حرکته که وقتی که شما میرین سمت چپ اتاقتون همین حرکت تکرار میشه براتون. دوباره بهتون نشون میدم و گفتم که تو این حرکت اصلا نگران نباشید که دستتون کجاست، فقط دست راستتون رو کنارتون باز کنید، دست چپتون روی سرتون، بالای سرتون، هر جا که راحت بودید، هر جا که آهنگ بهتون نشون داد همون کار انجام بدید. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت. من اومدم دوباره به سمت شما، همون جایی که هستید وای میسیم برای حرکت دوممون. حرکت دوممون گفتم که شیمی شولدر هست. فکر میکنیم که روی شونه سمت راستمون خودکار داریم و میخواییم یه خط و نقاشی بکشیم. همین که شونه سمت راستتون اومد جلو، سمت چپ میره عقب، میره عقب میاد جلو، همینطوری تکرار میکنیم. یک دو سه چه، همینطوری هی تندش کنید. گفتم که چهار تا ضرب داریم، میتونیم دو تا بالا انجام بدیم، دو تا بشینیم، ولی اگه که به تمرین بیشتری احتیاج داشتید که این کار رو انجام بدین اصلا اشکالی نداره. یه بار دیگه با هم میریم، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. حالا دستامون رو دوباره بهتون بگم که قرار بود چی کار کنیم. ما گفتیم دستامون اینجا بازه، یک دو سه چهار میاد پایین، آماده میشه برای کراس. من وقتی دستامو کراس میکنم پشتم به شما، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت. پس دستم همزمان با پام کراس میشه. وقتی که اینجا وایستادیم، ایستادیم، حرکتمون تموم شد، میگیم شیمی شولدر چهار تا. و گفتیم که بعد حرکت شیمی شولدر داشتیم تویست. تویست به چه صورت بود؟ گفتم که پاتون رو یه ذره زانوش رو خم میکنید، خیلی کم، اصلا رو پاتون نشینید، اصلا به طوری که حتی معلوم نباشه، فقط بهتون آسیب وارد نشه و بتونید حرکت رو خیلی ساده تر انجام بدید. پس میشینیم روی پامون، دوباره فکر میکنیم که سمت من، فکر میکنم که سمت راستم، شما هر جور که راحت هستین، فکر میکنیم که یه مداد، نوک مداد اینجا و ما میخواییم یه نیم دایره رو بکشیم. میدم جلو
میاد عقب. جلو، عقب، جلو، عقب. این حرکت خیلی خیلی اصرار داشتم که تو این حرکت بالا تنتون تکون نخوره، اصلا زیبا نیست توی رقص، چون این حرکت تویسته، مگر اینکه جاهایی که طراحی خاصی داشته باشه یا خودتون از قصد بخواین که این کار کنین. پس شد شولدر تویست. من گفتم که هر وقت که آماده بودین این حرکت رو سریع انجام بدین، پس میگیم جلو، عقب، جلو، عقب، جلو، عقب، جلو، عقب. و گفتم که اگه میخوایم براتون ساده تر باشه، دستاتون رو توی چارچوب ترتون قرار بدین که کمک کنه بالا تنه تکون نخوره و آماده بشید که تمرین کنید حرکت تویستو. خب من گفتم که با تویست ما میتونیم بریم سمت راست اتاقمون، بریم سمت چپ اتاقمون و به سمت منی حرکت رو انجام بدیم. من الان به سمت شما 8 حرکت انجام میدم، بعد به سمت راست، دوباره شما و به سمت چپ. شد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. میشینم رو پام، طرف راست، پای چپم کشیده است، یه ذره کوچیکی روی پای راستم نشستم. دوباره 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. میشینم دوباره به سمت شما، 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. میشینم به سمت چپ اتاق، پای راست کشیده است، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. دوباره به سمت شما. همین این حرکت خیلی ساده است. اگه که هر روز تمرینش کنین، هی انعطافتون بیشتر میشه و بیشتر جا میفته. ما پس شد 4 تا ضرب، 4 تا تویست. میتونید به طرف راست و چپ برید یا اگه هنوز براتون سوده همون به سمت روبروتون باشه. بعد از این حرکت، همین دراپی که داشتیم با هم کار میکردیم، ما میخوایم یه خیلی کوچیک باهاش یه مسافت کوچیکی رو بیاریم جلو و همزمان که دارم میام جلو، دستم که اینجا بود، آروم 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 بالام باز میشه. خب پس 4 تا میام جلو، میگم 1, 2, 3, 4. به اینجا که رسیدیم دوباره تکرار میکنم، با من بیاد، 1, 2, 3, 4. به اینجا که رسیدیم الان دست رو فراموش کنید، دست و کاری ندارم. یه درجای خیلی کوچیکی اول رو پای راست چپ داریم. پس من یه مسافتی اومدم جلو، پام الان این شکلی تموم شده، حرکتم تموم شده، پامو میارم، میگم 1, 2, 1, 2. قشنگ وزنمو دارم جا به جا میکنم، 1, 2. دوباره 1, 2, 3, 4. 1, 2. پای راستی که جلو بود کراس میشه و به شما کمک میکنه که بچرخید. اینجا همون اول کار بهتون گفتم که اون مسافتی که میرفتیم، بهتون گفتم پایی که ثابته اینجا این کراس میشه، بعد این حرکت میکنه. اینجا دقیقا همونه. اگه که ما میخواییم بچرخیم، اصلا پای چپمون قرار نیست تکون بخوره و میشه مثل دایره که با پرگار میکشید، میشه قشنگ مرکز دایرتون. پس دوباره میام جلو، 1, 2, 3, 4. 1, 2. کراس چرخیدم. اگه توجه کنید پای چپ من اصلا تکون نخوره. دوباره میگم، 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. دوباره به سمت من شما باید برگردین اگه حرکت رو درست انجام داده باشید. بعد برای دست چه اتفاقی میفته؟ میگم 1, 2, 3, 4. اگه که دوست دارید میتونید با این دو تا دستی که بالای سرتون هستن، وقتی این میگه 1, 2، پاتون میگه 1, 2، دستتون هم قشنگ موهاتون رو نوازش کنه، بگه 1, 2 و کراس کنید.
اگه این کارو کنید که خیلی خوبه، دستاتون پایین تمام میشه، حرکت اینجا تمام میشه. حالا یه کار دیگه که میتونید بکنید اینه که اصلا دست رو موهاتون نکشید و دایره که بالای سرتون زده بودید، دستاتون به هم رسیده شده بود، باز کنید بیاد کنار بدنتون. یه بار دیگه انجام میدیم. 1 2 3 4 6 7 8. خب حالا همون این حرکت تمام شد. همون الان ما پای چپمون رو می‌خوایم بیاریم جلو. همون حرکتی که انجام دادیم برای ضرب باسن، ازتون می‌خوام خواهش کنم که این مسافت رو می‌خوایم ما برگردیم سر جام. میشه 1 2 3 4. حالا با همین می‌خوام برم عقب، میگم 1 2 3 4 و دوباره روی پام میچرخم، میگم 1 2 3 4. پس شد ما یه مسافتی رو میریم جلو، با همون حرکت میایم عقب سر جام. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. بریم با هم اینو توی آهنگ ببینیم که چه شکلی میشه. پس این حرکت دوبار تکرار میشه. من میگم 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. شما پشتتون به من، همینجوری که من پشتم به شما. اینجا دو تا ضرب شونه داریم و توی آهنگ قشنگ مشخصه بهتون نشون میدم. 3 تا ضرب دارید که با من روبروشید. من میگم، من الان که پشتم به شماه، میگم چپ جلو. پس شد چپ جلو. با نگاهتون میخوام ضرب آهنگ رو نشون بدید. من میگم 1 2 چپ جلو. اگه که اولا سختتون هست، قشنگ مثل من که اشاره میکنم تا جا بیفته ضرب موسیقی براتون، شما هم اشاره کنید تا به سوی من برگردید. میشه تق تق چپ جلو. ما تا اینجای آهنگمون رو میریم که بعدش ادامه بدیم. من بهتون توی آهنگ نشون میدم که چه شکلی میشه. خسته نباشید، مرسی که همراه منی تا اینجا. پس اگه که دقت کرده باشید تو آهنگ الان بهتون نشون دادم، گفتم که من پشتم که به شماه، ضربشونه رو نشون میدم 4 تا تا آهنگ بگه تق 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 تق. پس 4 تا تق داریم. من میگم 1 2 3 4. پس با هر تقی که آهنگ نشونمون میده، ما داریم یه حرکت انجام میدیم. من پشتم به شما،
میگم شولدر شونه، میگم چپ جلو راست چپ. حالا اینکه اول شما دیگه حالا برمیگردین به سمت چپ خودتون، چپ جلو، اگه که خواستین میتونین که باسن چپ رو اول بدین کنار بعد راست. حالا چجوری من باسنم رو میکشم کنار؟ انگار دوباره یه نخی از اینجا رد شده و یکی شما رو میکشه، میکشه، تق 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 تق. خب تو این قسمت هم اگه که زیاد تمرین کنید لطفاً بالا تن تکون نخور. تق تق. ما امروز تا همین جای آهنگو بهتون آموزش میدیم. امیدوارم که بریم با هم کلن داشته باشیم. امیدوارم که جلسه بعدی ببینمتون. یه درجه خیلی کوچیکی داشته باشیم، دم بازم کردن به سمت راست، سمت چپ. لبخند فراموشتون نشه. بالا پایین، دست راست رو میکشی میندازیمش داخل دست چپ. دم بازم خودمون تکون بدیم، دست چپ دست از پشت به هم برسه، اگه نمیرسه هیچ اشکالی نداره. اگه دیدین یه سمت بدنتون میرسه اون یکی سمت نمیرسه، هیچ جای نگرانی نیست، روی بدن همه همینطوره، یه سمت بدن شما انعطافش از اون یکی بیشتر. عوض راست رو میگیریم به سمت خودمون میاریم، اگه احتیاج دارین این جایی رو حتما نگه داریم. لبخند فراموشتون نشه. پای چپ. به خودتون افتخار کنید که یه جلسه دیگه با من همراه بودیم. پا باز، دست مخالف روی پا، تا جایی که میتونید دلشید پایی که روش دست شما نیست خم بشه، پشت صاف، تا جایی که میتونید بریم جلو. حتی اگه تا اینجا اومدیم خیلی هم خوبه، عالی، با بدنتون مهربون باشین، هیچ عجله ای نیست. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. قسمت بعدی میبینم ازتون.